دوستان خلصیمو هستم، به پیج آشپزی من خوش اومدین. امروز هم با آموزش کباب تابعی مهمون در خدمتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. گوشت چرخ کرده 200 گرم. من مقدارش رو کم میگم که میخوام کم درست کنم. فلفل دلمه رنگی اصل کدوم یه تیکه کوچیک. پیاز کوچک 1 عدد. جعفری 1 بته کوچک. سیر 3 حبه. فلفل و زردچوب و نمک هم به مقدار لازم. باش میتونیم این غذا رو درست کنیم. یکی اینکه تمام این مواد گیاهیمونه که داریم ریز ریز یا ساتوری خوردش میکنیم، یا اینکه مثل من از میکسر استفاده میکنیم. سیرامونم میریزیم، یه دور میزنیم، خیلی هم نباید له بشه. باز کردم، حالا جعفریامونم یه مقدار ریزتر میکنم با دستم، میریزم توش. دوباره میبندیم و روشن میکنیمش. مقدار که خورد شد دیگه کافیه. میریزیم توی ظرفمون. گوشتمونم بهش اضافه میکنیم. باید خوب وزن بدین، بعد ادویه هامون هم بهش اضافه میکنیم. کمون اضافه میکنیم، زردچوبه، و فلفل. من از فلفل سیاه استفاده میکنم. بعد دوباره خوب ورزش میدیم و نیم ساعت میذاریم توی یخچال تا استراحت کنه، بعد سرو کنیم. این غذا رو میتونیم به دو روش دوباره درست کنیم. یکی اینکه شکل بدین و تو سینی فر بچینین و تو فر بذارین سرو بشه، یا اینکه مثل من توی روغن سرو کنیم. نیم ساعت گوشتمون استراحت کرد، میاریم اندازه نارنگی ور میداریم و اینجوری مدل کتلت یا شامی شکل میدیم و با یه چاقوی چیزی به این حالت خط میندازیم، به این شکل. توی مایتابم و روغن ریختم، گذاشتم گرم شد و کبابامون رو الان میدارم که سرخ بشه. میریم یکی دیگه درست کنیم. مقدار دیگه از گوشتمون رو بر میداریم، شکل میدیم تو دستمون به این حالت، به این شکل که در اومد بیبریم داریم تو روغن تا سرخ بشه. همونو برمیگردونیم تا طرف دیگرش هم سرخ بشه. من شعله رو خیلی نکردم تا کبابامو حسابی مسلوق بشه. شما میتونید در کنارش سیب زمینی، گوجه یا حتی قارچی، چیزی که اگه دوست داشتین سرخ کنین، یا با نون میل کنین یا با برنج. دوستان امیدوارم آموزش امروزمون هم دوست داشته باشین. درست کنین، در کنار عزیزاتون میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک گذاری رو فراموش نکنین. منتظر کامنت های زیباتون هم هستم. تا برنامه دیگه و آموزش دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.